دهه غجنه جماعت دهوتی ورزوب خلا از جهت مساحت و اهالی یکی از کلانترین در نوحه ورزوب به حساب می رود. در اینجا 1502 خوجگی عمر به سر می برند و امروز آنها برای آبادی و اشتراک در مسابقه های جمهوروی فعال هستند. آیله سنگینفا در مسابقه جمهوروی بهترین شهرک، دهوت، دهه، محله، خانه و آیله نمونوی اشتراک نمود و از میان 1502 خوجگی همچون آیله نمونوی انتخاب گردید و در این مسابقه راه یافت. قابل قید است که مسابقه جمهوروی به 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است و در جنبست به غالبان تحفه های ارزشمند و خاطروی انتظار است. به اندیشه سردار آیله شوم احمد سنگینوف، تشبسی نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در عرفه 25 سالگی استقلالیت دولتی برای باز هم آباد و زیبا گرداندن محل و انتخاب آیله های نمونوی مساعدت خواهد کرد. در دوام 36 سالی آیله داریم، شکرگزار از آن هم که صاحب 5 فرزندم، هم پیشروی کشیدگی، این پیشروی در دوام 100 سال هم شدگی نبود. پیشروی آیله من هم اساسش دولتی صاحب استقلالی آباد و زیبا داریم. آیله سنگینوفا امروز در همه کارهای جمعیتی و چورابینی های فرهنگی فعال هستند و همزمان همچون آیله نمونوی میانی مردم دهه غجنه شناخته می شود. در آیله چور پسر صاحب معلومات، خاندار و در ساختارهای گوناگون دولت فعالیت نظررس دارند. به اندیشه آنها اساسی موفقیت آیله تنجی و آسودگی دولت، محیط آرام و آسایشته و داشتن دانش مکمل می باشد. جمعیت با آیله های بهترین پیش می روند. موفقیت آیله بهترین باشد در تربیه درست فرزندان است. ما امروز افتخار از آن داریم که اساس پیشرفت آیله ما در ناحیه ورزوب از پدر و مادر تربیه درست گرفتن است. چون که بعضن سختگیری می کردند، از ما آموزش را طلب می کردند، سری وقت به خانه حاضر شدن را طلب می کردند، ما خفگی می کردیم. اما امروز که صاحب فرزند شدیم، اندیشه داریم که در همین روحیه تربیه نمودن فرزندها باعث پیشرفت هر یک انسان میگردد. چون که این سختگیری این حلیمی بوده است. این سختگیری این اندیشه نمودن آینده فرزند بوده است. این تعلیم و تربیه درست بوده است. داشتن شرایط و محیط آرام آیله موفقیت را در تمام کارها نشان می‌دهد. این است که اهل خانواده در مسئله آموزش کسب دقت اولین درجه می‌دهد و کوشش می‌کنند که همه معلومات دار و صاحب کسب و هنری والا باشند. آیله نمونوی سنگینوفا برای زیبا و نظرربا گرداندن خانه و صحن آن زحمت زیاد کشیدند. در حوالی خانه گل و درختان میوه‌دهنده شنوده شده است و علاکه زحمت آنها ثمر آورده است. همچنین برای آموزش زبان‌ها و خواندن کتاب‌های بدهی و درسی شرایط مهیا کرده شده است و فرزندان و نبره های این آیله در وقت خالیگی به خواندن و دانش آموزی مشغول می شوند. در میان 7 جماعت و شهرک و 1502 خوجگی جماعت و دهوتی ورزاب خلا همچون آیله نمونوی انتخاب گردیدن آیله سنگینوف ها و غالب آمدن در مسابقه جمهوروی بخشیده به 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باعث تحسین و دستگیری است.